یوشع فصل 7، گناه اخان. اما بنی اسرائیل مرتکب گناه شدند. گرچه خداوند دستور فرموده بود که چیزی را از شهر به غنیمت نبرند، ولی آنها از این دستور سرپیچی کردند. اخان پسر کرمی، نوه زبدی و نواده زراح از قبیله یهودا، از اموالی که حرام شده بود برای خود به غنیمت گرفت و خداوند به خاطر این عمل بر تمام قوم اسرائیل غضبناک شد. به زودی پس از تسخیر شهر اریها، یوشع چند نفر از مردان خود را به شهر آی که در شرق بیت ایل و نزدیک بیت آون واقع شده بود فرستاد تا وضع آنجا را بررسی کنند. وقتی آنها مراجعت نمودند گفتند، شهر کوچکی است و فقط کافی است 2 یا 3 هزار نفر از سربازان ما بروند و آن را تصرف کنند. بنابراین لزومی ندارد که همه لشکر اسرائیل به آنجا حمله کند. پس یوشع حدود 3 هزار سرباز برای تسخیر شهر آی فرستاد، اما آنها شکست خوردند. مردان آی از دروازه شهر تا بلندی های اطراف اسرائیلی ها را تعقیب نموده، حدود 36 نفر از آنان را در سراشیبی کشتند. لشکر اسرائیل از این واقعه دچار وحشت شد و روحیه خود را به کلی باخت. پس یوشع و بزرگان اسرائیل از شدت ناراحتی جامه های خود را پاره کردند، خاک بر سر خود ریختند و تا غروب در برابر صندوق عهد خداوند به خاک افتادند. یوشع چنین دعا کرد: آه ای خداوند، چرا ما را به این سوی رود اردن آوردی تا به دست این اموری ها کشته شویم؟ ای کاش راضی شده بودیم که همان طرف رودخانه بمانیم. آه ای خداوند، اینک که قوم اسرائیل از دشمن شکست خورده است، من چه کنم؟ چون اگر کنعانی ها و سایر قوم های مجاور از این واقعه با خبر شوند، ما را محاصره نموده همه ما را نابود می کنند. آیا این عمل به عظمت نام تو لطمه نمی زند؟ خداوند در پاسخ یوشع فرمود: بلند شو، چرا این چنین به خاک افتاده ای؟ قوم اسرائیل از فرمان من سرپیچی کرده و مرتکب گناه شدند. ایشان مخفیانه از چیزهای حرام شهر برداشتند، ولی انکار نموده آنها را در میان اساسیه خود پنهان ساختند. این عمل موجب شده است که اسرائیلی ها مغلوب شوند. به همین علت است که سربازان تو نمی توانند در مقابل دشمنان ایستادگی کنند، زیرا گرفتار لعنت شدند. اگر آن غنیمت حرام را از بین نبرید، من دیگر با شما نخواهم بود. حال برخیز و مراسم پاک کردن گناه قوم را به جا آور و به آنها بگو که برای فردا آماده شوند، زیرا من که خداوند خدای اسرائیل هستم میگویم: ای اسرائیل، مال حرام در میان شماست و تا آن را از خود دور نکنید، نخواهید توانست در برابر دشمنانتان بایستید. به همه قبایل بگو که فردا صبح نزد من حاضر شوند تا من معلوم کنم که آن شخص خطاکار متعلق به کدام قبیله است. پس از آن تمام خاندانهای آن قبیله جلو بیایند تا مشخص کنم که آن شخص خطاکار در میان کدام خاندان است. سپس تمام خانواده های آن خاندان حاضر شوند تا نشان دهم که آن شخص مقصر عضو کدام خانواده است. بعد تمام اعضای مقصر آن خانواده پیش بیایند. آنگاه شخصی که مال حرام را دزدیده است با خانواده‌اش و هرچه که دارد سوخته و نابود شود، زیرا عهد مرا شکسته و اسرائیل را رسوا نموده است. پس یوشع صبح زود برخاسته قبیله های اسرائیل را در حضور خداوند حاضر ساخت و قبیله یهودا مقصر شناخته شد. آنگاه خاندان‌های قبیله یهودا جلو آمدند و خاندان زاره مقصر تشخیص داده شد. بعد خانواده‌های آن خاندان جلو آمدند و خانواده زبدی مقصر شناخته شد. مردان خانواده زبدی جلو آمدند و اخان نوه زبدی مقصر شناخته شد. یوشع به اخان گفت: فرزندم، در حضور خداوند خدای اسرائیل حقیقت را بگو و به گناه خود اعتراف کن. به من بگو چه کرده ای و چیزی را از ما مخفی نکن.
اخوان در جواب یوشع گفت: من به خداوند خدای اسرائیل خیانت کردم و مرتکب گناه شدم. در میان غنایم چشمم به یک ردای زیبای بابلی 200 مثقال نقره و یک شمش طلا که وزنش 50 مثقال بود افتاد و من از روی طمع آنها را برداشتم و در میان خیمه ام آنها را زیر خاک پنهان کردم. اول نقره را زیر خاک گذاشتم، بعد طلا و سپس ردا را. یوشع چند نفر را به دنبال غنایم فرستاد و آنها به شتاب به خیمه رفتند و چنان که اخوان گفته بود ردا طلا و نقره را پیدا کردند و نقره در قسمت زیرین قرار داشت. اشیای دزدیده شده را نزد یوشع و تمام قوم اسرائیل آوردند و در حضور خداوند بر زمین گذاشتند. آنگاه یوشع و همه اسرائیلی ها اخوان را گرفته، او را با ردا، نقره و شمش طلایی که دزدیده بود با پسران و دخترانش، گاوها، گوسفندها، الاغ‌هایش و خیمه‌اش و هرچه که داشت به دره اخور بردند. در آنجا یوشع به اخوان گفت: چرا چنین بلایی بر سر ما آوردی؟ اکنون خداوند تو را دچار بلا می کند. آنگاه تمام بنی اسرائیل آنها را سنگسار نمودند و بعد بدنهایشان را سوزاندند و روی جنازه سوخته اخوان توده بزرگی از سنگ برپا کردند. آن توده سنگ هنوز باقی است و آن مکان تا به امروز به دره بلا معروف است. بدین ترتیب خشم خداوند فرو نشست.